نه در نگفته نیم ساعت تا یک ساعت قابل تمدیده. بله و اون یه ساعتش تموم شد، یعنی آقای خامنه ای هم تمام شده، اون یک ساعتشون پر کردن دیگه، با این پنج دقیقه کهشون دادن پر شده. شما رأی گرفتید آقای هاشمی از مجلس؟ خیلی خوب، زود تمام کنید در وقت مجلس گره. آقایون خب از این اعتراضای خرده گیری نکنید که وقت تمام شه. آقای هاشمی وقتی صحبت قطع میشه من رشته کلام از دستم در میره، مجبورم دوباره مجددا بیام سر موضوع. حالا شده دیگه این اعتراض وارده، حالا میخواد بس کنید، دو سه دقیقه دیگه بیشتر نمونده. بله بفرمایید. حالا چون مجلس رأی داده تمام کنید آقای هاشمی. بله زود. در این حال بعد از چنین جریانی که شاید از 12 سال قبل از ریاست جمهوری ایشون شروع می شود و در مصاحبه با افریقای جوان و النهار مسئله تکرار شده است و مجدداً در روزنامه اطلاعات هم همین مصاحبه چاپ شد، جریانی در ایران طی شد که این جریان به دنبال کوبیدن اصل ولایت فقیه بود. ایشان در بسیاری از مصاحباتی که دارند از ولایت فقیه این چنین صحبت میکنند و اگر شما روشن نیست وارد مجلس رأی داده دیگه اون رو بفرمایید. هر ایدئولوژی برود و حزب خودش را تشکیل بدهد و بیاید به مردم راه‌ها و فقهای خودش را عرضه کند. خواهش می‌کنم اینو توجه کنید، ببینید مسئله از کجا مخلوط شده. چنانکه حزب کمونیست فرانسه همه فقهای درجه یکش در مجلس هستند، همه فقهای درجه یک انقلاب اسلامی 92 است. در جای دیگر باز با روزنامه بامداد ایشون مصاحبه می‌کند و می‌گوید ولایت فقیه امری اختصاصی فقط برای شیعه نیست، هر دینی و هر مسلکی در جهان خود به خود معتقد به رهبری آگاه است که با اصول خاص آن مرام تسلط و آگاهی داشته باشد. در مارکسیسم هم وضع به همین منوال است، در مارکسیسم هم ولایت فقیه وجود دارد. در این حال حرکت های صورت گرفت برای قطع زمینه های ولایت فقیه تا در مقابل این قدرت نتواند بایستد. از جمله کارهایی که صورت گرفت کوشیدند تا آنجا چه امکان دارد این جمهوری را در سطح داخل و خارج بی آبرو نمایند و در تکمیل این طرح مسئله گروگان‌ها به عنوان نقطه ضعف که بارها ایشون از مسئله گروگان‌ها به عنوان نقطه ضعف اسم بردند و میگویند تصرف مرکز حکومتی آمریکا برای ایران یک آزمایش سختی بود، نتیجه این آزمایش این شد که آمریکا عملا ما را محاصره اقتصادی کرد به طوری که هم اکنون ما به زحمت می توانیم قطعات یدکی را از خارج بخریم. امثال این تعبیرها برای کوبیدن مسئله جاسوسخانه، رشد نیروهای ضد انقلاب، ملاقاتهای هفتگی با مسعود رجوی، برخوردهای با احسان نراقی و آزاد کردن احسان نراقی از زندان، برنامه‌های با خسرو قشقایی و به استناد تحلیل‌های درون‌گروهی سازمان مجاهدین، همین حرکاتی که امروز در جامعه صورت می‌گیرد نتیجه جلسات و برنامه‌های همین تشکیلات هست. برای اینکه در اونجا قول به آقای بنی صد داده بودند که اگر کفه ترازوی سیاست در جهت شما سقوط بکند ما ایران را تبدیل به لبنان خواهیم کرد و عملیاتی که در روز گذشته انجام دادن پس از آنچه خودشون در تحلیلشون بعد از پیام امام مجدداً نوشته بودند که ما در قولی که در اینجا هست من فرصت نمی کنم بخونم، در قولی که ما به آقای بنی سعد داده بودیم شکست خوردیم و نتوانستیم ایران را تبدیل به لبنان کنیم. مجدداً حرکت‌های روز گذشته دنباله همان حرکت تدوین شده بود. حسن سابقه که در شرکت در جبهه ملی دوم و کار در مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی شروع می شود، 6 ماه بعد از سال 42 از ایران خارج می شوند. از چه طریقی؟ از طریق اسرائیل.
یعنی در سال 39 ایشون یک بار از به اسرائیل میرند و در اونجا نه به عنوان یک فرد عادی بلکه به عنوان یک نیروی رسمی در اونجا از ایشون اسکورت میکنند، امکانات در اختیار ایشون میگذارند و بعد مجدداً به ایران بر میگردند. این اسناد اگر فرصت بود و من برای شما میخوندم میدیدید که حرکت یک حرکت عادی نیست. مجدداً 6 ماه بعد از سال 42 ایشان از طریق اسرائیل به فرانسه میروند. بعد از ورود به فرانسه جبهه ملی سوم رو در اونجا میسازند و روزنامه جبهه ملی رو در اونجا چاپ میکنند. چشمی رو فقط جمع میکنم و میرم. این چند مورد رو هم در مورد زمینه‌های دیگر، در مورد امانت، سوء استفاده از بودجه‌های سری که مدارکش در اینجا هست، آزاد کردن افراد از زندان امثال احسان عراقی، خارج کردن افراد از ایران مثل برقعی و غیره که اسنادش در اینجاست که از پایگاه یکم شکاری اونها رو از ایران خارج کردند با هواپیمای نظامی، و در زمینه‌هایی که برای رئیس جمهور تقوا رو لازم می‌داند، تقلبات حساب شده در انتخابات مثل اینکه از منزل امام بیرون آمدن، یک دقیقه تمام میکنم، از منزل امام بیرون آمدن و اینکه من امروز خودم رو کاندید میکنم که در ذهن مردم مینشیند، حذف ربا از بانک که ایشون قبلش میگوید ربا از بانک حذف شد چون میدونند که کمر ایرانی در زیر بار ربا و وام ها خرد شده، یک زمینه تبلیغاتی است ولی بعدش میگن که انشالله زمان امام زمان. عدم امضای قانون اساسی از همه مهمتر، عدم امضای قانون اساسی، رأی ندادن به اصل 5 و 110 قانون اساسی به عنوان ولایت فقیه که مهمترین و بنیادی ترین زمینه های اعتقادی است، مؤمن و معتقد بودن ایشون رو به مبانی جمهوری اسلامی متزلزل می کند. و در مورد مذهب رسمی کشور یک جمله رو بگم و تمام کنم. در مورد مذهب رسمی کشور و اعتقاد بود، کتاب های ایشان همچون تضاد و توحید که توحیدش در واقع وحدت ماست نه توحید اسلامی، تماما در جریان زدایش فکر اسلامی شیعی در ایران بود که ادامه پیدا کرد. در مجموعه در انتهای صحبت معتقدم با همه این اعمالی که صورت گرفته، مسئله کفایت سیاسی ایشان یک امریست مهرز، و اگر میخواستم به عنوان مخالف صحبت کنم به این دلیل بود که معتقد بودم اینها نباید به صورت ساده و در یکی دو جلسه تمام بشد، تمام اینها باید در جایی مطرح بشه، سندش در اختیار مردم قرار بگیره، مردم اینها رو بخونن و آگاه بشن که با چه افرادی در تماس بودن و چه افرادی این مشخصه رو. بله گفتید کفایت سیاسی. عدم کفایت سیاسی رو گفتم، مدیر و مدبر، در مورد مدیر و مدبر توضیح دادم، حسن سابقه توضیح دادم، مبانی جمهوری اسلامی توضیح دادم و مسئله دارای اعتقاد به مذهب رسمی کشور. این مجموعه نشان دهنده آن است که آقای ولی صدر برای ریاست جمهوری ایران کفایت لازم سیاسی رو ندارن. و سلام علیکم.